خدمت شما شاگردای پرتلاش از برنامه مکتب هادی به برنامه درس کیمیا خوش آمدید. امروز درس اول از فصل چهارم کیمیای صنف هشتم را در خدمت شما هستیم. نمبر ارتباطی برنامه 2-0-964-780-255-40-13 است که از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. موضوع این فصل در رابطه با تعاملات و معادلات کیمیاوی است که ما امروز می‌خواهیم در این درس اهدافی که دنبال کنیم و با هم کار کنیم شامل تعامل کیمیاوی است که امروز یاد خواهیم گرفت، معادله کیمیاوی رو یاد خواهیم گرفت و همچنان قانون بقای ماده یا قانون تحفظ کتله و در آخر هم توزیین کردن را با هم یک جای کار کنیم. با شروع درس امروز با ما همراه شوید. و اما تعامل کیمیاوی چیست؟ عملیه‌ای که در آن یک ماده یا چندین ماده به یک ماده یا چند ماده جدید با خاصیت جدید تولید می شود یا تبدیل می شود را تعامل کیمیاوی میگیم. تعامل کیمیاوی مثال های زیادی دارد که شما در اطراف خود در ماحول خود حتما مشاهده کردید. نمونه آن تعامل کیمیاوی سوختن کاغذ است که شما میبینید. مثالی که از تعامل کیمیاوی در قسمت در برای شما آورده شده است سوختن کاغذ است که شما در قسمت مشاهده میکنید که تعامل کیمیاوی است. چرا؟ چون ماهیت ماده تغییر پیدا کرده یا خراب شدن میوه‌جات را. مثالی که در قسمت یا شکلی که برای شما آورده شده است مشاهده میکنید که سیبی که سالم است با سیبی که تغییر کیمیاوی یافته است کاملا فرق دارد و ماهیت آن تغییر پیدا کرده. و مثال های دیگه مثل تبدیل شدن شیر به ماست که یک نوع دیگه از تعامل کیمیاوی است که برای اینکه شیر به ماست تبدیل شود شما به شیر تازه و ماست تازه نیاز دارید که به این صورت شما شیر را تا دمای بسیار زیاد 110 درجه سانتیگراد حرارت میدید. وقتی که حرارت به جوش آمد برای یک چند مدتی در یک قسمت قرار میدهید تا سرد شود. وقتی که سرد شد شیر مورد نظر را یک مقدار ماست تازه با آن علاوه میکنید و بر روی ظرف مورد نظر را میپوشانید و یک شبانه روز آن را استراحت میدید و به این صورت میبینید که بعد از یک شبانه روز که شیر به ماست تبدیل شده است. تبدیل شدن شیر به ماست یک نوع تعامل کیمیاوی است. چرا؟ چون ماهیت ماده تغییر پیدا کرده است. و اما قانون تحفظ کتله یا قانون بقای ماده که در تعاملات کیمیاوی یا معادلات کیمیاوی بسیار مهم است چی است؟ در قانون تحفظ کتله گفته می شود که کتله نه از بین می رود و نه زیاد می شود بلکه همواره در معادلات کتله ثابت می ماند. یعنی مجموع کتله مواد تعامل کننده مساوی می شود با مجموع کتله اتم ها یا مواد محصولات. مثالی که برای شما در قسمت زده شده است دقت کنید. اگر دو محلول داشته باشید محلولی CuSO4-5Ab و محلول NaOH. این دو محلول را با هم
در لابراتوارها وقتی که با هم علاوه کنید تعامل میکند و محصول را برای ما تولید میکند. به این صورت یک جامد سفید رنگ هم در تیوب تشکیل میشود. خب اگر شما مجموعی کتله NaOH و همچنان CuSO4 5 آب را با هم با کمک ترازو وزن کنید و اندازه گیری کنید، میبینید که مجموعی کتله ها با کتله محصولی که در آخر تعامل تشکیل میشود مساوی و یکسان میباشد. این قانون تحفظ کتله یا قانون بقای ماده را نشان میدهد. و اما معادلات کیمیاوی که در درس‌های قبل هم شما با آن آشنا شدین، اما در قسمت باز یک یادآوری براتون می‌شود. معادلات کیمیاوی از دو بخش اساسی تشکیل شده است. بخش اول مواد تعامل کننده است که مواد تعامل کننده در سمت چپ معادله نوشته می‌شود. بخش دوم مواد محصول است که مواد محصول در قسمت راست معادله قرار گرفته می شود و نوشته می شود. مثالی که برای شما از یک معادله کیمیاوی آورده شده است، تعامل اکسیژن است با فلز آهن که اکساید آهن را برای ما تولید می کند. این نوع معادله یک معادله سمبولیک می باشد. چرا؟ چون در آن سمبول ها و همچنان فرمول ها و حالات فیزیکی ماده مشخص شده است. این نوع تعامل را به آن زنگ زدن آهن هم گفته می شود و همچنان اکسیدیشن بطی هم به آن گفته می شود. چرا؟ به این خاطر که وقتی آهن با اکسیژن در تعامل می کند و در حضور اکسیژن قرار می گیره، این واکنش یا این تعامل به آهستگی انجام می شود. از آنجایی که فلز آهن در زندگی روزمرگی ما و شما بسیار پرکاربرد و مهم است، پس بنابراین باید روش و راه حلی باشد که آهن را جلوگیری کنیم از زنگ زدن. که برای جلوگیری از زنگ زدن فلزات از جمله آهن، ما دو روش را به کار میبریم، از دو روش استفاده میکنیم. روش اول استفاده از رنگ‌های روغنی است که رنگ‌های روغنی را بر روی فلزات می‌پوشانیم و باعث می‌شود که فلز مورد نظر ما جلوگیری شود از زنگ زدن. روش دوم هم که بسیار آسان است، است که فلز مورد نظر به خصوص آهن را همیشه خشک نگهداری کنیم و از رطوبت در مجاورت رطوبت قرار نگیرد. که چرا؟ خود رطوبت باعث می شود که فلزات از جمله آهن زنگ بزند. پس دو روش، یک دائم خشک نگاه کردن و قرار ندادن در مجاورت رطوبت و همچنان استفاده از رنگ های روغنی، این دو عامل باعث می شود که جلوگیری شود از زنگ زدن فلزات از جمله آهن. توزین معادلات کیمیاوی، چه قسمی ما میتونیم معادلات کیمیاوی را توزین کنیم؟ توزین در معادلات کیمیاوی بر اساس دو قانون است، قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها. به طور مثال، به مثال زیر دقت کنید، اگر دو محلول داشته باشید در دو بیکر، به این صورت مجموع کتله های آن را اندازه گیری کنید، شدن 92.95 گرام. خب اگر این دو محلول را با هم تعامل کند، یک جامد سفید رنگ تشکیل می شود که باز اگر مجموع کتله های آنها را با هم اندازه گیری کنید، کتله آن می شود 92.95 گرام. این نشان می دهد که تعامل مورد نظر که براتون مثال زدیم از قانون تحفظ کتله پیروی میکند، که قانون تحفظ کتله در توزین معادلات کیمیاوی بسیار مهم است، که مجموع کتله مواد تعامل کننده با مجموع کتله مواد محصول با هم برابر و یکسان هستند، همچنان تعداد اتم ها در دو طرف معادله با هم مساوی است.
توازن معادلات در دو مرحله انجام می شود. مرحله اولی است محاسبه تعداد اتم ها در دو طرف معادله. مرحله دوم توازن را از مرکبی آغاز می کنید که بیشترین تعداد اتم را داشته باشد. این دو مرحله را برای توازن معادلات کیمیاوی باید انجام بدین. خب یک سوال در رابطه با توازن معادلات کیمیاوی با هم یک جای حل میکنیم. سوال قسمی است معادلات زیر را توازن کنید. برای شما سه معادله داده شده است که با کمک همین سه معادله را برای تخته سیاه نوشته میکنیم و با هم توازن میکنیم. خب سه معادله برای شما داده شده است که این سه معادله را باید توازن کنیم. معادله اول را دقت کنید. برای شما گفته شد که پیشتر دو مرحله را باید انجام بدین. مرحله اول در توازن معادلات کیمیاوی بود که محاسبه تعداد اتم ها در دو سمت معادله و بعد از او توازن را از مرکب آغاز میکنیم که تعداد اتم های بیشتری را دارد. خب تعداد اتم کربن در قسمت مواد تعامل کننده نوشته میکنیم مساوی با یک تاستا. تعداد اتم کربن در این قسمت مساوی با یک. تعداد اتم هیدروژن مساوی با چهار. تعداد اتم هیدروژن مساوی با دو. تعداد اتم اکسیژن مساوی با دو. تعداد اتم اکسیژن دو جمع یک مساوی با سه. خب بعد از اینکه تعداد اتم ها را نوشته کردیم توازن را از مرکبی آغاز میکنیم که تعداد اتم های بیشتر را دارد. خب مرکب میتان CH4 چهار جمع یک میشود پنج مرکبی است که بیشترین تعداد اتم را دارد. پس از مرکب میتان توازن را یا توازن کردن را شروع میکنیم. تعداد اتم کربن یک تاست. در این قسمت تعداد اتم کربن یک تاست. پس تعداد آن مساوی و برابر است. تعداد اتم هیدروژن چهار تا است. در این قسمت تعداد اتم هیدروژن دو تاست. پس یک ضرب دو در این قسمت باید قرار بدیم که دو ضرب دو میشود چهار. تعداد اتم های هیدروژن با هم مساوی میشود. اتم های اکسیژن در این قسمت دو تاست. در این قسمت دو جمع دو می شود چهار تا. پس برای که تعداد اتم اکسیژن با هم برابر و یکسان شود یک ضرب دو در این قسمت قرار می دهیم. دو ضرب دو می شود چهار. در این قسمت هم دو جمع دو می شود چهار. پس معادله به این صورت توازن شد. معادله دوم را دقت کنید. تعداد اتم پتاسیم در این قسمت مساوی با یک. در این قسمت هم مساوی با یک. تعداد اتم کلورین مساوی با یک. تعداد اتم کلورین در این قسمت مساوی با یک. خب تعداد اتم اکسیژن سه. تعداد اتم اکسیژن دو. خب بعد از اینکه نوشته کردیم تعداد اتم ها توازن را از مرکب آغاز میکنیم که تعداد اتم بیشتری را داشته باشد. پس این مرکب که تعداد اتم بیشتری را دارد سه جمع یک چهار، چهار جمع یک پنج. تعداد اتم هایش بیشتر است پس توازن را از این مرکب آغاز میکنیم. تعداد پتاسیم یک تاست. تعداد پتاسیم در قسمت هم یک تاست. کلورین یک تا در این قسمت هم یک تا. اتم اکسیژن سه در این قسمت دو. باید تعداد اتم های اکسیژن توازن شود. خب اگر یک ضریب در این قسمت قرار بدیم سه. سه ضرب دو می شود شش.
در این قسمت هم باید یک ضریب دو قرار بدیم که دو ضرب سه شود شش. تعداد اتم های کلورین و پتاسیم در این قسمت دو تا شد، پس یک ضریب دو هم در این قسمت قرار میدیم که تعداد اتم های پتاسیم و کلورین در دو سمت معادله با هم یکسان شود. به این صورت معادله توزیل می شود. معادله آخر را دقت کنید. تعداد اتم ها را نوشته می کنیم. تعداد اتم لیتیم در این قسمت مساوی یک. در این قسمت هم تعداد اتم لیتیم مساوی است با یک. تعداد کلورین مساوی است با دو. تعداد کلورین مساوی است با یک. خب بعد از اینکه نوشته کردیم تعداد اتم ها را، از مرکبی که تعداد اتم های بیشتر داره توزیع را شروع میکنیم، یعنی از مرکبی لیتیم کلوراید. تعداد لیتیم یک تا، در قسمت هم یک تا. تعداد کلورین یک تا، در قسمت دو تا. برای که تعداد اتم های کلورین با هم توزیع شود، پس یک ضریب دو در قسمت ما باید قرار بدیم. چون تعداد اتم لیتیم دو تا شد، پس یک ضریب دو هم در قسمت قرار میدیم. به این صورت معادلات مورد نظر توزیع می شود. پس در توزیع معادلات کیمیاوی دو مرحله رو خوب به ذهنتون بسپارید. محاسبه تعداد اتم ها در دو سمت معادله و در آخر هم توزیع رو از مرکبی که تعداد اتم های بیشتری دارد شروع می کنید. خب شاگردا، درس امروز ما تمام شد. می‌خوایم که یک جمع‌بندی از درس امروز داشته باشیم. امروز ما و شما تعامل کیمیاوی را یاد گرفتیم که گفتیم در تعامل کیمیاوی ماهیت ماده تغییر پیدا می‌کرد و ماده یا مواد به مواد یا یک ماده جدید با خصوصیات جدید تبدیل می‌شد، مثل سوختن کاغذ یا خراب شدن و گنده شدن میوه‌جات و تبدیل شدن شیر به ماست. معادله کیمیاوی یاد گرفتیم که از دو بخش مواد تعامل کننده و مواد محصول تشکیل شده است. اکسیدیشن بطی یا زنگ زدن آهن را یاد گرفتیم که برای جلوگیری از زنگ زدن آهن از دو روش استفاده میکردیم. یک، در مجاورت رطوبت قرار نگیره، و دو، استفاده از رنگهای روغنی که بر روی فلزاد انجام میشد. توزیع کردن را یاد گرفتیم که دو مرحله بود. مرحله اول محاسبه تعداد اتم ها در دو طرف معادله، و در آخر هم توزیع معادلات را از مرکبی که بیشترین تعداد اتم را دارد آغاز میکردیم. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشد.